در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از آخرین وضعیت درگیری‌های دره پنچیر، دستور انتشار اسناد محرمانه حملات 11 سپتامبر توسط بایدن، افزایش شمار قربانیان طوفان آیدا در آمریکا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 13 شهریور شمار مبتلایان کرونا در جهان به 220 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافت و آمار قربانیان هم به مرز 4 میلیون و 700 هزار نفر رسید. تعداد افراد بهبود یافته از کرونا نیز به رقم 197 میلیون و 500 هزار نفر نزدیک شده است. کشور مکزیک با ثبت بیش از 1100 فوتی کرونا تنها در روز پنجشنبه شاهد بالاترین آمار مرگ و میر روزانه خود در 7 ماه اخیر بود. این در حالی است که آمارها از فروکش کردن کرونا در اکثر کشورهای آمریکای لاتین حکایت دارد. از سوی دیگر با وجود اینکه آمار مبتلایان جدید روسیه در روزهای اخیر با کاهش روبرو بوده، شمار فوتی‌های روزانه در این کشور همچنان در مرز 800 نفر قرار دارد. ترکیه نیز در روزهای اخیر شاهد بیشترین آمار فوتی‌های روزانه خود در 4 ماه اخیر بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در جریان یک سخنرانی از تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران که مانع از کمک رسانی در زمان همه‌گیری کرونا می‌شود، انتقاد کرد. در سوی دیگر جهان هم استرالیا در روز جمعه بیشترین مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را شناسایی کرد. اخبار زد و نقیض از مقاومت پنچیر. سرنوشت دره پنچیر واقع در شمال کابل به عنوان آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان در حاله ای از ابهام قرار دارد. پس از آنکه طالبان اعلام کرد این گروه توانسته دره پنچیر را به تصرف درآورد، گروه‌های مقاومت در این منطقه ادعای مطرح شده را رد کردند. امرالله صالح از رهبران مقاومت ملی افغانستان و معاون اول رئیس جمهوری سابق این کشور اعلام کرده اخبار خروج او از دره پنچیر و افغانستان صحت ندارد. درگیری میان طالبان و گروه‌های مقاومت در دره پنچیر باعث جان باختن صدها نفر شده است. احمد مسعود رهبری نیروهای مقاومت در دره پنچیر را بر عهده دارد. در ادامه تحولات افغانستان دست کم 3 منبع در طالبان اعلام کردند ملا برادر رهبری دولت جدید افغانستان را بر عهده خواهد داشت. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ابراز امیدواری کرد طالبان به شکل متمدنانه در افغانستان رفتار کند تا کشورهای دیگر قادر باشند با این گروه روابط دیپلماتیک برقرار کنند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا هم در نشست روز جمعه خود امکان برقراری ارتباط میان این اتحادیه و طالبان را منوط به احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان دانستند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، ضمن اعلام اینکه دولت جدید افغانستان باید فراگیر باشد و به حقوق بشر احترام بگذارد، از حفظ کانال‌های ارتباطی میان آمریکا و طالبان درباره مسائل مهم خبر داد. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد هم نسبت به نزدیک شدن بحران غذایی در افغانستان و پایان یافتن موجودی مواد غذایی در این کشور هشدار داد. افزایش شمار قربانیان طوفان آیدا در آمریکا. شمار قربانیان طوفان آیدا در آمریکا به 45 نفر افزایش پیدا کرد. در پی این طوفان، ایالت‌های نیوجرسی و نیویورک شاهد بارش بی‌سابقه باران بودند. عمده افراد جان باخته در زمان سیل و بارش شدید باران یا در خودروگیر افتاده بودند یا در زیرزمین خانه‌هایشان حضور داشتند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، ضمن اعلام وضعیت اضطراری در مناطق آسیب دیده، انجام یک سرمایه‌گذاری تاریخی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را ضروری دانست. دستور انتشار اسناد محرمانه حملات 11 سپتامبر توسط بایدن. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، دستور داده است که اسناد مربوط به تحقیقات پلیس فدرال این کشور در خصوص حملات تروریستی 11 سپتامبر بازبینی و برای انتشار عمومی آماده شوند. خانواده‌های قربانیان و بازماندگان حوادث تروریستی 11 سپتامبر از بایدن خواسته بودند در صورتی که این اسناد از حالت طبقه بندی خارج نشود، از شرکت در 20مین سالگرد این حوادث مرگبار خودداری کند. تجدید نظر در طبقه بندی اسناد مربوط به حملات 11 سپتامبر از وعده‌های انتخاباتی جو بایدن بود. حملات مرگبار به برج‌های دوقلوی نیویورک و پنتاگون در سال 2001 باعث جان باختن حدود 3000 نفر شد. اعلام عزای عمومی در عراق در پی درگذشت آیت الله حکیم. در پی درگذشت آیت الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم روز شنبه در عراق عزای عمومی اعلام شد. در نجف نیز 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. آیت الله حکیم از مراجع عالی قدر شیعه روز جمعه بر اثر ایست قلبی در سن 87 سالگی دار فانی را ودا گفت.
تسلیم شدن هزاران نفر از اعضای بوکو هرام در نیجریه. ارتش نیجریه اعلام کرده است حدود 6000 نفر از اعضای بوکو هرام از جمله فرماندهان این گروه در هفته‌های اخیر تسلیم نیروهای دولتی شدند. مقامات کامرون نیز از تسلیم شدن صدها نفر از اعضای این گروه خبر دادند. حملات گسترده ارتش نیجریه به این گروه و مرگ رهبر آن در ماه می سال جاری میلادی از جمله دلایل این تسلیم گسترده اعلام شده است.